سرخط خبرها. ترکیه تمام روابط تجاری خود با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. ابراز خشم اردن از حمله اسرائیلی‌ها به کاروان‌های کمک رسانی به غزه. آتش سوزی در کارخانه صنایع نظامی دیل در برلین. و مکرون به سوی یک جنگ جهانی می‌شتابیم. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ترکیه کلیه مبادلات تجاری با اسرائیل را با اشاره به بدتر شدن فاجعه انسانی در غزه معلق کرده است. وزارت بازرگانی ترکیه گفت که این تدابیر تا زمانی که اسرائیل اجازه جریان بلا مانع و کافی کمک به غزه را نداده است ادامه خواهد یافت. تجارت میان دو کشور سال گذشته به تقریباً 7 میلیارد دلار رسید. وزارت خارجه اسرائیل در مقابل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را متهم کرده که مثل یک دیکتاتور رفتار می کند. اسرائیل کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آقای اردوغان منافع مردم و کسب و کارهای ترکیه و موافقتنامه های تجاری بین المللی را نادیده گرفته است. او افزود که به وزارت خارجه دستور داده است به دنبال راه‌های جایگزین برای تجارت با ترکیه به خصوص از طریق تولیدات محلی و واردات از سایر کشورها بگردد. ترکیه در بیانیه گفت که تعلیق تجارت کل محصولات را در بر می‌گیرد. این بیانیه افزود ترکیه بی مسامحه و قاطعانه این تدابیر تازه را تا زمانی که دولت اسرائیل اجازه جریان بلا مانع و کافی کمک‌های انساندوستانه به غزه را نداده است اجرا خواهد کرد. ترکیه در سال 1949 اولین کشور با اکثریت مسلمان بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت، اما روابط دو کشور در دهه‌های اخیر به وخامت گرایید است. ترکیه در سال 2010 بعد از کشته شدن 10 فعال اهل این کشور مناسبات با اسرائیل را قطع کرد. در آن حادثه کماندوهای اسرائیلی سوار یک کشتی ترکیه شدند که قصد داشت محاصره دریایی نوار غزه که اسرائیل اعمال کرده بود را بشکنند. در درگیری میان این نیروها و فعالان ترکیه 10 نفر کشته شدند. روابط دو کشور در سال 2016 از سر گرفته شد، اما آنها دو سال بعد در نزاعی بر سر کشته شدن فلسطینی ها در جریان اعتراضات در مرز غزه و اسرائیل دیپلمات های ارشد یکدیگر را اخراج کردند. لحن اردوغان در انتقاد از اسرائیل در ماه های اخیر از زمان حمله حماس به اسرائیل تندتر شده است. او ماه ژانویه گفت که حمله نظامی بنیامین نتانیاهو در واکنش به تهاجم حماس چیزی کمتر از کاری که هیتلر کرد نیست. نتانیاهو هم در پاسخ به او گفت اردوغان که مسئول ارتکاب نسل کشی علیه کردهاست که رکورد جهانی زندانی کردن خبرنگاران مخالف حکومت خود را دارد، آخرین کسی است که میتواند به ما درس اخلاق بدهد. ابراز خشم اردن از حمله اسرائیلی‌ها به کاروان‌های کمک رسانی به غزه. دولت اردن از حمله اسرائیلی‌ها به دو کاروان کمک رسانی که روز چهارشنبه از طریق گذرگاه کرم شالوم و بیت حانون عازم غزه بودن ابراز خشم کرده است. این اولین بار بود که کمک‌های ارسالی اردن از طریق گذرگاه بیت حانون در داخل اسرائیل وارد غزه می‌شد. سفیان القذات سخنگوی وزارت خارجه اردن گفت که قرار بود طرف اسرائیلی از کامیون‌های کمک رسانی در برابر هر گونه حمله محافظت کند. وزارت امور خارجه و مهاجرت اردن در بیانیه گفت که دولت اسرائیل در حفاظت مؤثر از دو کاروان کمک رسانی کوتاهی کرد و اجازه داده است که با نقض فاحش تعهدات قانونی به عنوان نیروی اشغالگر و تعهد اعلام شده خود برای اجازه ورود کمک به غزه به این کاروان ها حمله شود. آتش سوزی در کارخانه صنایع نظامی دیل در برلین. از ساکنان خواسته شده به محل آتش سوزی نزدیک نشوند و پنجره ها را ببندند. رسانه‌ها میگویند دیل یکی از شرکت‌هایی است که برای اوکراین سامانه‌های پدافندی تولید می‌کند. مکرون به سوی یک جنگ جهانی می‌شتابیم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در سخنانی گفت ما به سوی یک جنگ جهانی می‌شتابیم. اگر پوتین را حالا شکست ندهیم، سربازان آمریکایی و اروپایی زیادی به جای او می‌میرند. و اما در پایان چند خبر کوتاه. واشنگتن اعلام کرد که رابطه عربستان و اسرائیل منوط به آرامش در غزه است.
و حزب الله میگوید مقاومت بحرین در محور مقاومت حضور دارد. هرچند اکنون حضورش مشخص نیست، اما در آینده از مقاومت بحرین بیشتر خواهید شنید.